سی خرداد پایان مشروعیت کل نظام از فردا باید شعار داد مرگ بر خمینی از فردا دیگر سیاست دست خالی در برابر چماق و گلوله راست روی و اپرتونیسم است مسعود رجبی پنجمین مصاحبه در پاریس دهیه هزار و 1360 <موسیقی> ان که شما اینقدر ساده نیستید که حرف کسانی را که میگویند مجاهدین باعث تشدید خفقان شده اند باور کنید زیرا که دیو بی جهت آنقدر تنور نکشید و چماغداری ها و حبس و کشتار ها و ازل و نصب درون دستگاه خودش را بی نخش و هدف و محض رضای خدا انجام نداده بود رشیم خمینی با خصیصه ویژه انحصار طلبانی خود می رفت تا بر سر راه خود هر کس و هر چیز را نابود سازد. خمینی از ابتدا برای سلطنت مطلقه فقیه خیز برداشته بود چنان که میدانید مجاهدین تنها نیروی انقلابی سراسری بوده که از همان فردای انقلاب بهمن ماه با شناختی که از ماهیت ارتجاعی رهبری خمینی و آینده او داشت به جای خط تشکیل حزب، با تمام قوا، خط تشکیل ارتش خلق را برگزید. حتی در لابلای قضایای گروگانگیری، ما مضافاً بر افشای ماهیت خود رژیم خمینی، این خط را با تشکیل میلیشیای سراسری، تکمیل نمودیم. آخر به اعتقاد ما، چنانکه جریان عمل نیز، صحت آن را به اثبات رساند دیوی که در اعماق تاریخ ایران نزدیک به 1400 سال به خواب رفته بود در اوج محبوبیت تودعی و در اوج مشروعیت موضعی و در اوج اقتدار معنوی و مذهبی از تاریخ خانه زمان آزاد شده و به یمن سرکوب و اختناق نیم قرنی پهلوی و به یمن آخرین بازی فوق العاده ماهرانه دولت کارتر و به یمن ضربه وحشتناک اپورتونیست های چپنما بر پیکر مجاهدین خلق در موضع رهبری بلا معارض قرار گرفته بود و میرفت تا همه چیز را در زیر سم سطوران وحشی خود ریشکن سازد آن دیو ارتجا و قشریت محض و مشروع خواهی شیخ فضل اللهی بود که اکنون در رأس توسط خمینی نمایندگی میشد. و با سرعت غیر قابل تصوری چماغداری و لومپنیسم و ناآگاهی ارسیه دوران شاه را مضافم بر پایه توده خاص خود که در چارچوب حزب سراسری خمینی حزب جمهوری به اهرم حکومتی تبدیل میشد به خدمت گرفت و به آن در هر کجا در کسبت های به اصطلاح اسلامی بار و جاذبه مذهبی تشکیلاتی نیز اعطا نمود به این ترتیب رژیم خمینی با خصیصه ویژه انحصار طلبانی سیاسی خود می رفت تا بر سر راه خود هر کس و هر چیز را نابود سازد و دست آخر دو راه بیشتر برای هیچ کس و هیچ گروه و هیچ نیروی باقی نمی گذاشت. یا تسلیم محض از نوع حزب توده و یا جنگ کامل به گونه امروز مجاهدین راستی هم که آن همه وحشیگری ها و سانسور و زندان و شکنجه هر نیروی راستین ملی و مردمی و انقلابی در دوران پیشین خود به بهترین صورت فضا را برای ولایت عهدی سیاسی و اجتماعی خمینی آماده کرده بود به هر حال از آنجا که برخورد با رژیم خمینی اجتناب ناپذیر بود و او به اصطلاح هیچ خدایی را بنده نبود و زبانی جز زبان چماغ نمی فهمید مسئله اساسی ما از روز اول در حول تشکیل ارتش خلق این بود که چگونه می توان ماهیت ارتجاع حاکم را برای وسیع‌ترین اقشار گسترده مردم به بهترین صورت برملا نموده و آنگاه آن را در بالاترین نقطه انفراد و انزوای سیاسی و اجتماعیش به دام انداخت لیکن شرط پیروزی این استراتژی این بود که به هر ترتیب باید از برخوردهای زودرس که ارتجاع برای سرکوب هرچه سریعتر ما بدان بسیار مشتاق بود اجتناب نبود و با هوشیاران ترین موزگیری های انقلابی ماهیت پلید انحصار طلب و شرک گرای حضرت آیت الله العظماء امام خمینی و دار و دستش را تدریجا و در جریان عمل اجتماعی و سیاسی به توده های مردم شناساند به راستی که خمینی برای آنها در جای ائمه و انبیا نشسته بود و شگفتا که خمینی تا با لشکر رجالهایش سر رسید فل مجلس به همان انقلابیون و پیشتازانی پرداخت که همچون مجاهدین خود راه خوشای انقلابی بودند که اکنون حضرات به میوه چینیان اشتغال ورزیدند ملاحظه میکنید که که پیشتاز انقلابی و به خصوص پیشتاز مجاهده خلق با چه اوضاع بقرنج و پیچیده‌ای روبرو بود. از یک طرف، خود به مثابه راهگشای تشکیلاتی، نظامی و سیاسی انقلاب که در ایامی که مرتجعین به سورا خزیده بودند، تنها مرد میدان بوده، نخستین تومه نوکیسه‌های جدیدن به قدرت رسیده است و از طرف دیگر، بسیاری از اخشار خلق محبوبش در اعتماد مطلق و ناآگاهانه به دیکتاتور ارتجاعی جدید فرو رفتند به طوری که در بسیاری موارد کمترین حقیقتگویی و افشاگری نسبت به ماهیت قرون وسطایی خمینی را نمی توانند تحمل کنند البته امروز در جو ابتزالی که خمینی آفریده یعنی در جو فتنه و در همشکستن همه معیارها و حد و مرزها آسان است که حتی اطرافیان شاه نیز سر بلند کرده و بگویند که بله ما اول از همه مخالف خمینی بودیم و آسان است که ادعی مواضع ضد ملی ضد انقلابی و ضد مردمی گذشته و حال خود را بخواهند با پستی و دناعت بی حد و مرز خمینی تطهیر کنند آسان است که با سوء استفاده از مشابهت صرفاً سوری مخالفت خود با مخالفت رشید ترین فرزندان مجاهد این سرزمین با خمینی بخواهند کسب آبرون موده و آنگاه مجددن به آلاف و علوف پیشین دست یابند اما اگر خمینی توانسته باشد صرفاً با علم کردن جنایات شاه کارنامه سیاه و تباه خود را بپوشاند اینها نیز خواهند توانست در پس پرده جنایات خمینی مخفی شده و کسب وجاهت و حیثیت کنند پس توصیه می کنم از هر جماعت و یا فردی که از این گونه دعاوی دارد و به ویژان آنها که در رابطه با مخالفت با خمینی حق تقدم نیز می پیوسته بپرسید که اگر به راستی با جنایات و دیکتاتوری و تباه های خمینی مخالفند در دوران سلف راستین او شاه چه می کردند؟ با این توضیحات می توجه شما را به این نکته جلب کنم که در آغاز حکومت خمینی که شرایط بغرنجی پیشتاز صدیق انقلابی را احاطه کرده بود از یک طرف بایستی همچنان بر مواضع دموکراتیک استقلال طلبانه و مردمی که از دیر باز برایشان جنگیده بود بیستد و از طرف دیگر بایستی دست و پا زدن خلقش را در زیر چنگال های فریب و ریای خمینی نظاره کند که پیوسته بسیاری از اخشار آن را علیه رشیدترین ترین فرزندانشان تحریک می نمود. و این هم برای کسانی که نمی تسلیم سیاهی و جهل و نابکاری رژیم خمینی بشوند یعنی مبارزهی به مراتب پیچیده تر و بغرنج تر از زمان شاه که البته حاصل آن نیز به مراتب مصفاتر متکاملتر و عالی تر از محصول مبارزات دوران قبلی خواهد بود بنابراین قلب مسئله در اینجاست که چگونه میشد خلقی را که به تازگی از دست شاه رها شده بدون رجعت دادنش به گذشته پیروزمندانه به سوی آینده رهبری نمود پس مسئله اصلا بد و بیراه گفتن فل مجلس به خمینی نبود مسئله آزادی یک خلق و ارتقاء مبارزات او به مدارج عالی تر رهایی بخش تکاملی بود و این همان محتوا و مضمونی است که به رغم همه مخالفت های سوری و کتبی و شفاهی با رژیم خمینی و به ویژه مخالفت از راه دور کار هر کس نیست و خلاص خیلی لیاقت و کفایت میخواهد. کما اینکه به بردباری و صبر و تحمل فراوان و کار متشکل دست جمعی نیز نیازمند است چرا که اگر بخواهید دجالی همچون خمینی را از اوج اعتماد تودعی که متوجه اوست به زیر بکشید چه بسا که بایستی همچون مجاهدین مدتها فقط صبر و تحمل کنید آری حمایت و اعتماد تودهی که امروز مجاهدین از آن برخوردارند مفت و مجانی حاصل نشده است ما طی دو سال اول از یک کوره گدازان آزمایش اجتماعی و سیاسی عبور کردیم تا توانستیم ماهیت پلید دشمن خدا و خلق و اصالت و جانباختگی خود را به اکثریت مردم ایران ثابت کنیم آزمایشی که هر قدم با هزاران مرارت و شکنجه و چماق و گلوله همراه بود وقتی تعداد شهدای مجاهد که به دست مزدوران خمینی مظلومان به قتل رسیده بودند در فروردین امسال سال شست سر به پنجاه میزد کاش می بودید و چهره های برف و گلوهای بغز گرفته و مشت گره کرده خواهران و برادران ما را می دیدید. اما سازمان ما نمی توانست صرفاً با هدف پاسخگویی متقابل به ارتجاع فرمان آتش صادر کند آخر مبارزه ما با خمینی نه مبارزه یک قبیله با قبیله دیگر به قصد انتقام بلکه مبارزه یک سازمان انقلابی با یک رژیم خودکامه و نه بر سر مسائل شخصی و خانوادگی و گروهی و یا به خاطر سهین نشدن در قدرت و از دست دادن امتیازات پیشین بلکه همانطور که گفتم مبارزه ای بود برای آزادی یک خلق برای روشنگری و بسیج یک خلق در جهت خلعید از ارتجاع قاسب و ساختن آینده تابناکش توسط خودش خود آن خلق به همین دلیل شما صبوری متانت و یک پارچگی و انسجام و یک دستی سیاست های مجاهدین را درست همانند بیباکی و شجاعت امروزشان در کمتر جایی سراغ دارید.